But I'm thrilled to be back in the city I love. In the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. بیننده عزیز، خانم نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر در استودیو با ما هستند، فعال حقوق بشر و آگاه سیاسی. خانم جمشیدی سلام، وقت شما بخیر. قرار آنچه که تا هنوز معلوم است، تعداد زیادی از ایالت‌ها برنده قطعیشان هم معلوم شده. تا کنون آرای کدام یکی از نامزدها بیشتر است؟ چی جریان داره؟ انتخابات به کدام سو روان است؟ ببینید، در قدم اول ما باید بگم که چقدر این انتخابات برای امریکا در تاریخ امریکا بسیار اهمیت داره. از یک نگاه ما یک نامزد ریاست جمهوری داریم که خانومی هست و یک خانومی که در حقیقت سیاه پوسته و پدر مادر این خانوم و اجداد این خانوم به نوعی از مهاجرین امریکا هستند. از یک طرف ما خانوم هریس داریم و از طرف دیگه آقای ترامپ داریم که بعد از یک بار که ریاست جمهوری میبازه به آقای بایدن، بار دیگه داخل کارزار ریاست جمهوری میشه و بسیار به خوبی و بسیار ما دیدیم که چقدر هم اینها نظر به نظر سنجی ها رقابت اینها تنگاتنگ بود، چقدر اختلاف در بین از اینها کم بود. بنابراین چقدر خوب پس دوباره ظاهر میشه و مبارزه میکنه و درست روی همو پلاناخ و همو استراتژی هایی که از قبل داشته باز بار دیگه میای پافشاری میکنه. بنابراین هر کدوم اینها که برنده ای انتخابات بشن، از نگاه من یک شفت بسیار بسیار تاریخی خواهد بود برای امریکایی ها و امریکایی ها به خاطر از اون احتمالا بعد خوشحال باشن. اما نظر به ما میبینی از یک ساعت پیش شمارش آرا شروع شده تا به حال آقای ترامپ در بسیاری از ایالت ها پیشتاز هستند. در بعضی از ایالت ها هم خانم کامیلا هریس پیشتاز هست، ولی این میتونه تغییر بکنه. ما هنوز بین اینها تفاوت خیلی اندکه، هنوز رقابت بسیار تنگاتنگه در این کارزار و این به نظر من از خوبی های این کارزار و از شگفتی های این کارزار همین رقابت فوق العاده تنگاتنگه که بین این دو نامزد هست. خانم جمشیدی، در رابطه با برگزاری یا نوعیت برگزاری انتخابات ایالات متحده اگر بپردازیم، چون بیننده های عزیز ما هم میخواین بدانن که چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چگونه است، اگر اشاره داشته باشین به ایالات های چرخشی و در رابطه با تعیین سرنوشت انتخابات چقدر میتونه رول داشته باشه ایالات ها؟ بسیار زیاد. همین 7 ایالت چرخشی یا کلیدی یا هرچی که ما نام اینها رو بگذاریم، اینها تاثیر فوق العاده به سزایی دارن در اینکه چه کسی به کاخ سفید خواهد رفت در حقیقت. و از همین خاطر هم ما میبینیم که از چند هفته به زی طرف هر دو نامزد همین تمام تمرکز کمپین خودخور، کارزارهای انتخاباتی خودخور روی این ایالت ها در حقیقت قرار دادن. ببینیم در حقیقت همین سیستم عجیب و قریب الکترال کالج یا همو گزینه مجمع گزینشی در حقیقت، اگر ما به فارسی بیایم ترجمه بکنیم، در امریکا او گپ آخر میزنه در حقیقت، به نوعی حیاتی هست. از این خاطر هم گاهی این 7 ایالت من حیث ایالت های حیاتی هم نام میگذارن، که به خاطر که رأی اینها یا همو رأی مجمع گزینشی اینها روی انتخابات بسیار بسیار تأثیر گذاره. اما به این معنی نیست که رأی مردم هم، رأی ملت هم تأثیری نداشته باشه. و از این خاطر هم ما میبینیم که هزینه خیلی زیادی روی رأی مردم صورت میگیره. ما امروز در ورجینیا دیدیم که تمام مردم رفتن رأی دادن. ما دیدیم که بیشتر از 80 میلیون امروز به پای صندوق های رأی رفتن و هزینه زیادی روی اینها صورت گرفت. در حقیقت ای بار با اندک تفاوت، به خاطر که بعضی از ایالت هایی که به نوعی اینا ایالت های سرخ هستند و بعضی هم ایالت های آبی هستند، تا اندک تفاوت ما ای بار دیدیم که بر علی رغم تصوری که میرفت که باید به کاندید آبی رأی بدن، تا اندازه به سمت کاندید سرخ رفتن. حالا اینجا رأی الکترال کالج، اگر کم توضیحات بدین چی گونه رأی است و چی گونه واقعا سرنوشت ساز است؟
بسیار زیاد. ببینیم رأی الکترال کالج در حقیقت بر اساس میزان جمعیت او کشورها ایالت ها با معذرت به هر ایالت به اندازه مشخص رأی الکترال داده میشه. به عنوان مثال پنسیلوانیا 19 رأی الکترال کالج داره که در حقیقت ایالتی هست که تا فعلا خانم هریس در او پیشتاز هست که رقم 19 تا هم بسیار بالا هست. در مجموع ما 270 الکترال رای داریم که باید هر نامزدی که زودتر 269 به علاوه یکر آورد برنده انتخابات در حقیقت. ولی در کل اگر می بیام تمام این سیستم الکترال کالج گفتم همون رقم که نام اول مثلا ازی گذاشتم سیستم عجیب و غریب امریکا، همین سیاست همین انتخابات امریکا فوق العاده پیچیده هست، اما هر کاندیدی که در زودتر از دیگه به همون 270 تا نزدیک بشه او برنده انتخابات. رای الکترال کالج آیا از سوی مردم داده میشه یا مجلس سنا هم در رابطه دخالت داره؟ چگونه است اگر توضیح بتین بینده ها هم بفهمن؟ او از طریق نماینده مردم هست در حقیقت. او از طریق نماینده هایی هست، از همین خاطرم اون رو مجمع به نوعی مجمع گزینشی نام گذاشتن که نماینده های اونها بر اساس تعداد دیسترکت ها یا ولسوالی هایی که در هر ایالت وجود داره، هر کدوم از اونها یک یا دو رای دارن که بر اساس از اون میتونن رای خود خور بدن. و باز او هم بسیار ارتباط داره به رای ملت، یعنی یعنی که رأی ملت چقدر به سمت آبی ها هست، چقدر به سمت سرخ ها هست و اونها هم با رأی ملت رو مد نظر گرفته رأی میدن. تا کنون که خانم هرس پیشتاز است، حالا به نتایج انتخابات لحظه به لحظه در حال تغییر است و معلوم نیست که سرانجام کی به کاخ سفید را پیدا میکنه. اما خانم جمشیدی در رابطه با چالش های قانونی بگوین، فکر میکنین آیا واقعا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با چالش های قانونی هم مواجه باشه؟ من فکر نمی کنم. ببینیم امریکا یکی از پایه های از قوی ترین پایه های دموکراسی در این کشور نهاد شده. اینها بار اولی نیست که دموکراسی رو تمرین میکنن، بار اولی نیست که رأی میدن. تمام نماینده های اینها، تمام رهبران اینها بر اساس رأی و نظر و درخواست مردم در حقیقت به کرسی ها میشینن. من باوری ندارم که در نوع نحوه انتخابات کدام مسئله قانونی ایجاد بشه یا تقلبی صورت بگیره. با این گفته آقای ترامپ من شخصا مخالف هستم که میتونه تقلب صورت بگیره، اما این باور رو هم ندارم که کشور های دیگه نتونن تا اندازه روی ذهن مردم تاثیرگذار باشن. به نوعی گاهی وقتا که میشنوم از مردم که میگن تقلب صورت میگیره، تقلب صورت میگیره، من حس میکنم که این صحبت هایی که مردم چین علاقه دارن در بین امریکایی ها گفته بشه، این صحبت هایی که روس ها علاقه دارن در بین امریکایی ها گفته بشه. که میگن ترامپ به خاصای کل شما برتانیس که چینایی ها و روس ها بهش باور دارن یا علاقه دارن که مردم امریکا بهش دست پنجه نرم بکنه، تن داده چون ادعا کرده که در پنسیلوانیا یک چنین چیز اتفاق افتیده و نیروها بر مهار از رفتن. من مشخصا با این گفته آقای ترامپ مخالف هستم. به نظر من نباید صحبت از تقلب بشه. و ببینیم همین سیستم انتخابات، همین رأی ملت به قدر در امریکا غیر متمرکز هست. هر ایالت از خود سیستم مشخصی داره برای رأی گیری. در ورجینیا ما کاغذهای کلونی داریم، میریم رأی میدیم و به نوعی کاغذ خودخور به صندوق میندازیم. در بعضی ایالت‌های دیگه به حالت دیجیتالی صورت میگیره و اینقدر همین سیستم شفاف هست، اینقدر این سیستم پیشرفته هست، اینقدر غیر متمرکز هست و از ماها روی امنیت این صندوق ها، روی امنیت مردمی که میان در صف ایستاده میشن، روی امنیت مردمی که میان رأی میدن و بعد از روی امنیت شهر اینقدر کار میشه. مثلا خانم اسمیت رئیس پلیس واشنگتن دی سی از چند روز به طرف در کنفرانس خبری و آماد و گفت که امنیت ما تماما از امنیت اطمینان داد. من با او گپ هیچ توافق ندارم و من امیدوارم که سر از این مسئله در امریکا هیچ دامن هم زده نشه، به خاطر که من علاقه ندارم که آواز روس ها در داخل امریکا باشه، آواز چینی ها در داخل امریکا باشه یا حتی ایرانی ها. درست، این شما باورتان این است که آنچه که اتفاق میفته در این موارد
وارد بیشتر گرایش چینایی ها و روس هاست. اصلا اگر یک چنین چیز اتفاق بیفته بعد پروسیجرهایی که در اینجا در برابرش اتخاذ میشه چی است؟ اگر ثابت شود خودشون تا هنوز آقای ترامپ ادعایی که کرده برش کدام سندی هم ارائه نکرده؟ نه سند من فکر نمی کنم هم که ارائه کرده بتونن آقای ترامپ در این رابطه. بار گذشته هم اگر یاد ما باشه آقای ترامپ در رابطه با نوعیت انتخابات نگرانی هایی داشت و از همین خاطر یک کمیته ایجاد شد که اینا آمادن بررسی کردن همون خود نوعیت تمام شفافیت انتخابات. به هیچ عنوان دموکراسی امریکا ما نمیتونیم با بعض مسائل ایرقمی زیر سوال ببریم. این کشور بر اساس پایه‌های دموکراسی نهاد شده و دموکراسی این کشور همیشه هر اولاد این مملکت با دموکراسی کلون شده و اورتمرین کرده. من با این گفته هیچ موافقت ندارم، اما واقعیت همین هست که آقای ترامپ طرفداران خود خور داره و طرفداران زیاد. آیا به باور هستین که ترامپ با وجود از اینکه تا هنوز که مشاهده میکنیم تعداد ایالتایی که بر نفع ترامپ بوده تا هنوز بلندتر است نسبت به خانم مریز، هرچند که تا هنوز ایالت های هستن که معمولا یا سرخ بودن یا آبی، اما فکر میکنین که حراس داره نسبت به نتیجه انتخابات که یک چنین اقدامی را کرده در مورد پنسیلوانیا؟ امکان داره داشته باشه، امکان داره نگرانی داشته باشه، به خاطری که ما میبینیم که کارزار چقدر تنگاتنگ دوشا دوشی هر دو نامزد انتخابات دوشا دوش هم در حقیقت پیش میرن به سمت بالا میرن و از در کارزارهای اینها هم بسیار همون نظرسنجی هایی که صورت گرفت همون هم رقابت بسیار تنگاتنگ نشون میداد که بدون شک هم نگرانی برای خانم هریس ایجاد میکنه هم برای آقای ترامپ. اما از نگاه ما آقای ترامپ نباید نگران باشه خیلی زیاد نظر به اوضاع داخلی داخل کشور. اوضاع داخلی کشور طوری نیست که مورد پسند و رضایت آمریکایی ها باشه. مسئله اقتصاد اهمیت داره، مسئله سیاست های خارجی اهمیت داره، مسئله بیکاری و تورم و همه اینها برای آمریکایی ها اهمیت داره. خانم جمشیدی شما را هم در جریان بحث با خود می داشته باشیم. اما آقای حامد صبوری آگاه روابط بین الملل با ما در برنامه پیوستن. آقای صبوری سلام بر شما و خیلی خوش آمدید. سلام به شما، بفرمایید. سلامت باشین. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حال برگزاری است. این انتخابات را تا این دم چگونه شما ارزیابی میکنین؟ چگونه پیش میره انتخابات در ایالات متحده؟ بسیار خوب، تشکر. خوب اجازه بدین که کم نوع انتخابات در ایالات متحده امریکا بسیار کوتاه براتون تشریح کنم. بفرمایید. اصل گپ بریم. درست. به نحوی که انتخابات در ایالات متحده امریکا صورت میگیره و پاپولر ووت است در ابتدا که در هر ایالت داده میشه، بعد از او هر ایالت از خود به اندازه اعضای کانگرس و سنای خود نماینده در هر استیت داره که او را به نام الکترال کالج میگه. زمانی که مردم رای خود در اون استیت میده در حقیقت به شکل غیر مستقیم، نه به شکل مستقیم، به اعضای الکترال کالج رای خود میدن و به از طریق از اونا وقتی که در هر ایالت همو تعداد پاپولر ووت یا اندازه رای را که مردم میده هر چقدر که زیاد باشه بر یا بر کاندیدای دموکرات و جمهوری خواه باز اون رای میره به تمام امو نماینده الکترال کالج هست و امو کاندید امو حزب امو تمام اعضای الکترال کالج به نام از اونا میشه. درست. و باز اون تصمیم امو وقت گرفته نمیشه، بلکه اون تصمیم از اون باز در دسامبر اونا رای خوده باشه در جریان یک مجلس عمومی که در واشنگتن در کانگرس دایر میکنه و رای خود اونجا روان میکنه و نتایج تصدیق میکنه. این شیوه انتخابات است. حالا که چی رقم انتخابات در ایالات متحده آمریکا پیش میره صحبت کنیم سر از اون. آقای صبوری ببخشید، هرچند خانم جمشیدی هم در برنامه اشاره کردن برای رای الکترال کالج، خوب است شما هم اشاره داشته باشین که بیننده ها هم بفهمند رای الکترال کالج چی است و چگونه استفاده میشه. خب رای الکترال کالج قسمی است که هم پیشتر اشاره کردم اعضای کانگرس و سنای امریکا 538 نفر است در مجموع. به تعداد از این یا هر ایالتی که هر چقدر سهمیه داره به اساس نفوذ خود، مثلا نیویورک 28 نماینده داره در کانگرس، به اساس از اونمو نماینده خود در نیویورک 28 تا الکترال
نماینده است وجود داره که از طرف یک کس به نام الکترال انتخاب میشه زمانی که انتخابات میشه و زمانی که مردم در داخل یک استیت رای میده، یعنی در حقیقت به نماینده 28 نماینده مثلا در نیویورک به 28 نماینده الکترال کالج نام از اونها است برای اونها رای میدن. زمانی که برای اونها رای میدن در حقیقت اونا هر کاندیده که امو پاپولر ووت یا امو تعداد رای را که مردم در صندوق ها میدازن او رای ببرن، اون امو تمام نماینده هایی که در یک ایالت هست اونا رای از اون مستقیم به امو کاندیده که امو رای پاپولر یا رای مردم ها برده به او دادن میشه. بنابراین به شکل مستقیم اینا به رئیس جمهور رای نمیدن. سیستم انتخابات در ایالات متحده آمریکا به شکل غیر مستقیم از طریق نماینده است در بنام الکترال کالج نشه از طریق از اونا دادن. و شما در جریان صحبتاتون همچنان یادآور شدین که در دسامبر نتایج ای رای الکترال کالج هم مشخص خواهد شد یا معلوم خواهد شد. چی فکر میکنین؟ آیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری امروزی هم معطل خواهد ماند تا دسامبر یا ای که در ختم امروز ما شاهد نتیجه انتخابات خواهیم بود؟ نه اونا چیزی که اونا میکنن نتیجه انتخابات به گمان اغلب غیر از اینکه کدام در کدام سیت یا ایالت اخبار یا از مواردی که امکان داره موضوع تقلب باشه و که هیچ یعنی شانسش بسیار محدود است و وجود داشته باشه و یکی که یک ایالت امکان داره و کسایی که از طریق پست رای خود را واز میکنن به او کدام مشکلات ایجاد شده و در غیر از اون نتیجه که امشب معلوم میشه در نتیجه نهایی است امشب معلوم میشه، ولی امو کسایی که باید تصدیق کنه رای هر ایالت خوده او اعضای الکترال کالج هستن، امو از هر ایالت که هستن اونا بعد از اینکه مثلا در دسامبر امو مجمع دایر میشه در کانگرس امو تصدیق میکنن رای استیت خوده و رواق کانگرس و در اونجا اگه باید تخواشیم در سال 2020 انتخابات زمانی که موضوعی شد که ترامپ میخواست از پنس که نتیجه انتخابات که از ایالت ها میامد که تصدیق شده از طرف الکترال کالج هر ایالت بود او را از پنس میخواست که مثلا ترامپ میخواست که تصدیق نکنند. بنان اونمو مجموعه است که با هم جمع میشته و معاون رئیس جمهور میباشه و نتایج انتخابات باز وقت به شکل رسمی تصدیق میشه، ولی چیزی را که ما امشب میبینیم تقریبا به این مفهوم است که امو رای پاپولار نشان میده که کدام کاندید چقدر رای برده و به اساس از اون چقدر الکترال کالج میبره و به اساس از اون تعیین میشه که رئیس جمهور میشه. 20 ایالت به طور ثابت دموکرات هستن و 25 ایالت هم به طور ثابت جمهوری خواه. اما چیزی که مهم است همین 7 استیت سرنوشت ساز است. اگر به پیشینه از اینا بپردازیم که مثلا در انتخابات گذشته روی کردی را که در این ایالت ها وجود داشته چی بوده، بیشتر گرایششان به کدام طرف بوده، قضاوتشان به اساس برنامه ها بوده یا موارد دیگه سرنوشت ساز بوده در این که به یک طرف رای بتن و مثلا یک کاندیده برنده بسازن؟ خب در وقت ایالت سوینگ استیت یا بیشتر تغییر میکنن چند موضوعی که بیشتر در اوج مهم است اولتر از هم موضوع اقتصاد همیشه در هفت ایالت که بوده چیزی که برای اینا مهم بوده وضعیت اقتصادی اکثریت از ایالت ها که بیشتر ایالت های هستن که در مدل کس اندستری هایی که در بخش تولیدی کار میکنن و کمپنی هایی هستن که بیشتر در اوج مردم کار میکنن و در سطح یعنی امو چی برشان اصطلاحی که مثلا میگن امو بخش کارگرای بیشتر در اوجه هستن اقتصاد از او ایالت ها بیشتر به کسایی هستن که در سطح پایان کار میکنن و اندسی های هستن که بیشتر خدمات مختلف ارائه میکنن و بر از اونا موضوع اقتصاد بسیار زیاد مهم است. ولی تاکد این موضوع در این انتخابات تاکید تغییر کرده، چند موضوع دیگه هم در داخل مثلا موضوع مثلا دپولی موضوع اقتصاد موضوع دموکراسی برای مثلا ایالت هایی که کسایی که بعد از اینکه رای دادن بیرون آمدن اونا گفتن که
مثلا برازیا یکی از تهدید کلان در این دوره موضوع دموکراسی در ایالات متحده آمریکا بود. اینا فکر میکنن که امکان داره دموکراسی در ایالات متحده آمریکا بعد تهدید باشه. موضوع اکثر ایالات متحده که بیشتر دموکرات‌تر هستن، موضوع روشن یا ساخته بینن در اونجا برازیا بسیار مهم بود فکر میکنن. در بعض ایالات های دیگه مثلا موضوعات مختلف دیگه، مثلا میکنن که مهاجرین ایالات هایی که مثلا این بیشتر است، مثلا فلوریدا، تکساس، مثلا نیویورک، مثلا پنسیلوانیا یا پس جای دیگه کس که در اونجا این نظر به نظر دنیای مختلف، یعنی دیدگاه مختلف بین کسب و کارهای میتونه وجود داره. بسیار بسیار مهم است، که مهم است بفهمید یه ایالت به اساس هم ویژگی های خاص خود داره که بیشترشان متکی یا موضوعات اقتصادی است، بیشتر تصمیم گیری میکنن و هر چقدر که اقتصاد خوبتر باشه به مو کاندید بیشتر علاقه مندی دارن و نشان میدن و اگر اقتصاد خوبتر نباشه به طرف دیگه. بسیار تشکر آقای صبوری، شما را در برنامه خواهیم داشت و دیدگاه شما را میداشته باشیم. فعلا آقای جواد رحیمی عضو تیم انتخاباتی کاملا هریس از کالیفرنیا با خود داریم. آقای رحیمی سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود خدمت شما و بیننده محترم رسانه شما. بسیار تشکر. در کالیفرنیا همیشه به عنوان یک ایالتی که به دموکرات ها رای داده و دموکرات است شناخته میشه و فعلا پایگاه اصلی هم شناخته میشه، فعلا وضعیت چگونه است و چه چیزی جریان داره تا فعلا در اونجا؟ خب در کالیفرنیا یک از ایالت های بلو یا بلو استیت به شمار میره. انتخابات هنوز هم جریان دارد، تا ساعت 8 میشه و کاملا باوری است که مثل انتخابات های حزب دموکرات و در حضور خانم هریس کاندید حزب ما است بنون دیگوز انتخابات در ایالت. درست. شما از خودتان بگوین چطور پیوستین به حزب دموکرات، چی وقت پیوستین، کارهای را که تانوز کردین چی بوده و شهروندهای افغانستان که در ایالت کالیفرنیا هستن چقدر هستن، رای از اینا چقدر تضمین شده است که به حزب که شما با او کار میکنین میتونه باشه؟ خب من سالای زیاده میشه دموکرات فعالیت دارم، اما در زمان دو سال گذشته به عنوان مدیر اول سطح محل به عنوان یک از نماینده محلی حزب در حال خدمت هستم و ای که من چرا این حزب پیوستم به نظرم یک از احزاب معتدل هست و یک از احزاب هست که برای شهروندان آمریکایی فرصت های پیشرفت و ترقی را باز نگه داشته و برعکس حزب ریپابلیکن که یک حزب کاملا انحصاری و متکی بر گرایشات خاص نژادی هست، اون مسئله در این حزب وجود نداره و من فکر کنم به او ارزشایی که ما باورمند هستم و ارزشا را میتونیم به سادگی در این حزب پیدا بکنیم. در مورد تعداد کل یک شماره احتمالی است بین 100 تا 200 هزار شهروند آمریکایی افغان آمریکایی در آمریکا وجود داره، اما تعداد مشخص در کالیفرنیا واضح نیست. اما یکی از خبرهای بسیار خوشحال کننده این است که امروز با آغاز انتخابات در ایالت کالیفرنیا ما تماس‌های شخصی و پیام‌های شخصی از دوستان ما از افغان‌های آمریکایی دریافت کردیم که هم با صندوق رای رفتن و هم رای خود برای کاندید حزب دموکرات رفتن، که یک خبر خوشحال کننده هم در آقای رحیمی اگر کم بحث افغانستان بپردازیم، در صحبت هایی را که خانم هریس داشته در جریان مناظره را که با آقای ترامپ داشت، طالبان را به عنوان گروه تروریستی خطاب کرد. فکر میکنین که اگر برنده شود در انتخابات و ریاست جمهوری امریکا را به کاخ سفید را پیدا بکنه، روی کردش در برابر طالبان چگونه خواهد بود؟ پالیسی در مورد افغانستان دارن ندارن؟ شما در این موارد صحبت کردین با کسای دیگری که در حزب هستن، دیدگاه ها چیست؟ خب روی کرده خانم هریس و در کل پالیسی یا طرح جدید حزب یا حکومت مدید در امریکا در قبال طالب و افغانستان و میشه که از صحبت های خانم هریس در اولین مناظره که هم داشت برداشت بکنیم. اول اموش برای گروه حاکم به یک گروه تروریستی نام برد، خودش یک پیام بسیار کلان دارد. رای نحال یک انتقاد بسیار جدی را که بلا فرد نمود اون چهار بخش داشت: مذاکره بسیار ضعیف، دولت وقتی افغانستان و آزادسازی
زندانی طالب که خود از اینا به عنوان تروریست خود و در عین حال امضای یک توافقنامه بسیار بدنام و ننگینی که حیثیت یا تا حیثیت امریکا را هم صدمه رسان. این نکات ما را به این نتیجه می رسانه که خانم هریس متفاوتر از آقای بایدن و جدا متفاوتر از آقای ترامپ در قبال افغانستان از یک طرح جدید. اما آقای رحیمی هیچ وقت در کارزارهای انتخاباتیش به شکل جدی به مسئله افغانستان اشاره نکرده خانم هریس، و همچنان اگر کوتاه اشاره داشته باشین به چشمانداز خانم هریس به آینده ایالات متحده یا پلان هایی که روی دست داره در صورتی که اگر به کاخ ریاست جمهوری را پیدا بکنه. خب نکته اولی که درست مورد افغانستان هیچ بیان یا تفصیلی شخص و واضح نداشته، اما صحبت هایی که در مناظره با آقای ترامپ داشتیم را به این نتیجه می رسیم که تمام آنچه که در افغانستان تحت زعامت آقای ترامپ و بعد از اتفاق افتاده برای خانم هریس و حزب او قابل قبول نیست. یک مسئله. مسئله دوم، خانم هریس در شرایط پیروزی در امریکا طرحها و پالیسی بسیار خوبی دارد در قبال تکس، در قبال مالیات، در قبال اعمار 3 میلیون خانه جدید، در قبال رسیدگی به چالش های داخلی که ما داریم و در عین حال رسیدگی به چالش های بین المللی که رسیدگی به قضیه فلسطین و اسرائیل و قضیه اوکراین، یعنی تداوم همه جانبه به خاطر پیروزی مردم اوکراین، در عین حال رسیدگی یا یک روند درست بر رقابت با روسیه و سایر مسائلی که ما در بود بین المللی داریم، برای تمام مسائل طرح پالیسی جامع و آماده در خدمتش. بسیار تشکر آقای رحیمی، شما را در جریان برنامه با خود می داشته باشیم. اما خانم جمشیدی، شما چه فکر میکنین چشماندازی که خانم کاملا هریس بر آینده ایالات متحده البته ترسیم کرده از دید شما چیگونه است؟ خانم هریس هیچگاهی در رابطه با پالیسی خود در رابطه با افغانستان صحبت نکرده و من حتی فکر نمی کنم که مسئله افغانستان برای خانم هریس اصلا اهمیتی داشته باشه، هیچ نوع اهمیتی نداره. نظر به اینکه خانم هریس یک خانم هست، یعنی یک تعداد از تحلیلگراهای ما، یک تعداد از دادخواهای ما امیدوار هستند که مسئله زنهای افغانستان برای از این خانم، نظر به اینکه یک خانم هست، یک نگرانی در حقیقت ایجاد بکنه که من شخصا به او باورمندی ندارم، به خاطر که در جریان ای 3 سال و در جریان ای 4 سال در حقیقت ای در همی ادمنستریشن خانم هریس نفر دوم بود. خانم هریس میتونست پالیسی ها در رابطه با زنهای افغانستان تا اندازه تغییر بده، میتونست یک بار در به حمایت از زنهایی که هم جنس خودیو هستن صحبت بکنه و ما هیچ چیزی از خانم هریس در این مدت نشنیدیم. من فکر نمی کنم که خانم هریس برای افغانستان هیچ پلان و پالیسی داشته باشه و حتی من فکر می کنم که اگر خانم در عین حال حتی آقای ترامپ هم کدام موضعی مشخص نسبت به آینده افغانستان در صورتی که اگر پیروز انتخابات شوه هم نداشته. آقای ترامپ هم هیچ موضع مشخصی نداره بدون شک، تا حالا هم در رابطه با این مسئله صحبت نکرده، اما از اتفاقی که افتاده بسیار نگران هست، بسیار ناخوش هست. از سقوط افغانستان به این شکل و از خروج نیروهای آمریکایی به این شکل بسیار شرم‌آور و در او هم ادمنستریشنی که دست خانم هریس در او بود بسیار احساس ناراحتی داره. اما آقای ترامپ گفته که حضور ایالات متحده در افغانستان، البته حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان، فقط ضایع کردن پول است و همچنان وقت. فکر میکنین حالا اشاره از این که خروج ایالات متحده از افغانستان که همواره میگه وحشتناک بوده به چی معنی است؟ آیا تمایل به این داشته که اوکی به افغانستان میمانن یا این که نخیر نه سرانجام باید از افغانستان بیرون میشنن، فقط مشکل با نحوه خروج ایالات متحده از افغانستان داشتن؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ با نحوه خروج و با این خروج شتاب زده در حقیقت مشکل داشت. آقای ترامپ بیشتر از هر رئیس جمهور دیگه در آمریکا علاقه داشت که نیروهای اینها زودتر افغانستان ترک بکنند و مثل جنگ 20 ساله افغانستان هر چه زودتر ختم بشه، و در جریان همو هم آماد یک تعهدی که بسیار یک تعهد بی‌معنایی بود در حقیقت یک معاهده بسیار بی‌معنایی بود که هیچ وجهه درست انسانی در او در حقیقت ندشت، شروع کرد با گروهی مثل طالبان که روز اونها دشمن خوانده بود در حقیقت، اما حداقل یک پلان داشت. یعنی نمیخواست که همین رقم بدرشه و بعد هر اتفاقی که برای افغان ها
افتاد افتاد. حالا مسئله افغانستان در جایش خانم جمشیدی، اگر مشخص فوکس بکنیم روی چشماندازی که خانم هرس داره در صورتی که پیروز شود در انتخابات، گفته میشه که کاهش تورم از راه مدیریت قیمت ها، توسعه مسکن، افزایش اعتبار مالیاتی خانواده های کم درآمد و همچنان افزایش مالیات شرکت ها برای حمایت از طبقه متوسط. چه فکر میکنین چقدر واقعا این چشمانداز و یا هم این پالیسی هایی را که خانم هرس روی دست داره واقعا به نفع ایالات متحده و مردم ایالات متحده باشه؟ ببینیم، من زیاد باورمندی ندارم، به خاطری که در همین جریان من باز هم نگاه میکنم به جریان 4 سالی که خانم هریس در همین ادمنستریشن نقش بسیار بالایی داشت. ببینیم، معاون رئیس جمهور یعنی نفر دوم یک کشور بودن یک گپ بسیار مهمی هست و ما دیدیم که ادمنستریشن اینها وضعیت کشور از نگاه اقتصادی اینها آمدن خراب کردن، از نگاه امنیتی امنیت داخل کشور چقدر خراب بود، لا انفورسمنت یا همون تطبیق قانون به اندازه کاهش پیدا کرد تحت ادمنستریشن از اینا که امریکا در حقیقت یک کشور وحشت زده ایجاد کرد از او. بنابراین و قیمت ها به اندازه رفت بالایی، تورم به اندازه رفت، با اینکه اینها آمادن تورم تا اندازه مدیریت کردن اما قیمت ها همچنان بالا مونده. درست. بنابراین خب زیاد باورمندی ندارم که خانم هریس در این قسمت بسیار زیاد موفق باشه. در این حال اگر بیایم مقایسه بکنیم چشمانداز آقای هریس با آقای ترامپ، ببخشین خانم هرس با آقای ترامپ، که ترامپ همچنان چشماندازی که داره برای آینده ایالات متحده و پالیسی هایی را که روی دست داره، گفته میشه کاهش مالیات است، آزادی بیشتر در صنعت انرژی است، اعمال تعرفه های بیشتر بر کالاهای وارداتی و همچنان اعمال تعرفه بیشتر بر کالاهای چینی. چی فکر میکنین در مقایسه با این دو پلان ها یا پالیسی هایی که این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری داره، کدامش بیشتر به منفعت مردم ایالات متحده و کشور ایالات متحده است؟ خب ببینیم، اگر بیایم نگاه بکنیم به شکل عمومی و در چند سال آینده، نه به شکل آنی بلکه در چند سال آینده، من فکر میکنم تاثیر پلان‌های آقای ترامپ روی اوضاع داخلی آمریکا فوق‌العاده بالاتر از خانم هریس هست. به عنوان مثال، خانم هریس باورمنده که باید تهیه مسکن ایجاد بشه برای کسانی که در سطح کارگر، طبقه کارگر و طبقه متوسط هستند، در صورتی که ببینین این پلان زیاد قابل تطبیق نیست. همین حالا که در مارکت امریکا زیاد قابل تطبیق نیست، باز هم به نظر من این بهتر هست که اقتصاددانهای ما در این رابطه صحبت بکنن. درست. و من اگر فقط برگردم به تاریخ هر دوی اینها نگاه بکنم، وضعیت اقتصادی کشور فوق‌العاده بهتر بود در زمان آقای ترامپ، وضعیت امنیتی فوق‌العاده بهتر بود در زمان آقای ترامپ، وضعیت از روابط ما با دنیا خیلی بهتر بود. امریکا من حیث یک کشوری که همیشه ابرقدر قدرت دنیا بوده، همیشه پالیسی های از اون دنیار تاثیر داده. ببینیم، ما امروز چندین بحران داریم، بحران جهانی داریم که امریکا در مقابل تمام اینها بسیار فوق العاده ضعیف عمل کرده. دوست. و به نظر من آقای ترامپ من حیث یک امریکایی دوست او تاثیرگذاری بیشتر. تشکر خانم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، ممنون از این که در برنامه ما حضور داشتین. سپاس. بیننده عزیز، آقای صبوری هم هستن با ما. آقای صبوری، اگر در مورد آقای ترامپ به بحث افغانستان که خانم جمشیدی به او اشاره داشتن بپردازیم، آقای ترامپ با یک دستش دست به اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان داد و با دست دیگرش هم مذاکره با طالبان را شروع کرد. این چیزی است که دموکرات ها همیشه روی از او تاکید کردند. چقدر نقش خود آقای ترامپ در وضعیت آنچه که به افغانستان اتفاق افتید قابل بررسی و حائز اهمیت است؟ موضوع خروج مطرح کرد، مذاکرات به خاطر خروج از افغانستان مطرح کرد. موافقتنامه‌ای که دوحه که امضا شد تحت اداره ترامپ صورت گرفت. عبدپالوی عزود یعنی ترامپ میخواست که عطا اگر بتانه به مجیریان دوره اول ریاست جمهوری خود تصمیمشی بود که اگر بتانه نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کنه تا برای یک پیروزی برای دوره دیگه انتخاباتی و زیاده جریان کمپاین انتخاباتی در سال 2020 باشه، ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد. ولی چیزی که هنوز ترامپ حداقل در این انتخابات
از موضوع افغانستان استفاده کرد، بیشتر افغانستان به عیس یک اسلحه یا بیشتر بگویم یک بخاطر کارزارهای انتخاباتی خود به عیس یک وسیله بیشتر از استفاده کرد. کدام پلان بسیار مشخص نه در درباره افغانستان داره، یگانه چیزی را که بیشتر به او تاکید میکرد و در انتخابات چند بار از به او اشاره کرد موضوع میدان هوایی بگرام بود. او را هم گفت اگر فعلا هم چیزایی را که میگه اقتداد به این باور هستند که نگاه آقای ترامپ به افغانستان بیشتر یک نگاه دشمنی با چین است، چون همیشه هر وقتی که از حتی از پایگاه هوایی بگرام وقتی یاد کرده متصل با او چین را موضوعش را یاد کرده، برعکس آن چیزی که دیگرها بحث روسیه را بیشتر حزب مخالفشان بیشتر روش تاکید دارن. فکر میکنین که چقدر این موارد تأثیر گذار است؟ خب بیشتر البته که چین یکی از مهمترین کشورهای است که در سطح سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در صدر قرار دارد. روابط با چین، مقابله با چین، ارتباط خصوصا در موضوعات تکنولوژی و سایبر سکیوریتی و موضوعات اقتصادی و موضوعات دیگری که در جهان وجود دارد برای ایالات متحده آمریکا مهم است. ولی موضوع بگرام یک موضوع متفاوت بود، نه در بخاطر دشمنی با چین، بلکه او بخاطر از اینکه از لحاظ استراتژیک نزدیکترین جایی بود که ایالات متحده آمریکا یا پایگاهی بود که ایالات متحده آمریکا در یک منطقه داشت که بسیار نزدیک به چین بود، چون او بر از دید استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا مهم بود. ولی ما دیدیم که مثلا با وجود از او هم ترامپ مثلا کدام چیز نداشت، یعنی این موضوع را بعد از اون مطرح کرد که نمیخواستم بازی که خروج صورت گرفت از افغانستان، بعد از اون ترامپ مطرح کرد که من نمیخواستم بر قیمت من میخواستم که پایگاه بگرام نگاه کنم، ولی در قبال از اون کدام چیز سند وجود نداره که در مثلا در معاهده دوحه با طالبان موافقه شده باشه که یه نیروهای امریکایی و یک تعداد محدودش در پایگاه هوایی بگرام میمانه. شما به این مسائل اشاره کردین پیشتر به بحث افغانستانی که هنوز اینا پالیسی مشخصی در مورد افغانستان ندارن، هر دو کاندید حتی به صورت واضح در مورد افغانستان صحبت نکردن، فقط بحث افغانستان برشان در حد همی کلان ساختن بحث برآمدنشان از افغانستان بوده و تمام. اما اگر در مسئله سیاست خارجی امریکا بخوایم صحبت بکنیم، تفاوت‌های کلانی را که میان دو کاندید وجود داره در سیاست گذاری خارجی چه چیزا است؟ کدام ها به کدام طرف گرایش دارن؟ چه چیزای اما تشویش های اصلی دو حزب را تشکیل میده؟ خب چیزی که مثلا برای یک تعداد بسیار مهم بود، مثلا اولی که موضوع ای که جهان به مراتب دچار بحران های متعدد است در 4 سال اداره بایدن و کامالا هریس، تا او زمانی که مثلا در اداره ترامپ اقتصاد امریکا مثلا یا روابط اقتصادیش با کشورهای مثل چین و کشورهای دیگه تا یک حد زیاد رو به وخامت آمده است نسبت به اینکه مثلا در 4 سال دوره ترامپ بود. در مسائل سیاست خارجی مثلا داخل در اداره ترامپ روابط اسرائیل مثلا با کشورهای عربی خصوصا در شرق میانه بسیار نزدیک شده بودن. موضوع ابراهیم مکارت میگن یعنی رابطه اسرائیل بسیار نزدیک اسرائیل با بعض کشورهای عربی باعث ازی شد که تنش‌ها در شرق میانه کم بسیار آرام شود و روابط با اسرائیل در منطقه بهتر شود و تنش‌ها کم شده، و برعکس ما در 4 سال اداره بایدن مایدین که تنش‌ها به مراتب بیشتر شد. رابط سیاست خارجی مثلا رابطه ایالات متحده امریکا خصوصا در دوران بایدن و کاملا هریس و بایدن با کشورهای مثل روسیه و کشورهای دیگه تنش‌ها در بین از اینها به مراتب بیشتر شد. این چیزی است که مثلا در دوره ترامپ تا یک حد بهتر نورما یک تفاوت بسیار دو سو را میبینیم، به این مانا که بیشتر ترامپ کوشش میکرد که تا یک حد روابط خود با تا کسایی که مخالفین درجه یک ایالات متحده امریکا بود
روابط بهتر بسازه و برعکس متهم است به اینکه با در امریکا متهم است به اینکه با دیکتاتورها رابطه دوستانه داشتن. البته، ولی یک نوع سیاست، یک نوع سیاست خارجی است که تانست یک حد زیادی یک سلسله تنش‌ها را جلوگیری کنه، روابط در شرق میانه بهتر بسازه، روابط سری کشورها را و اول از همه روابط خود با اروپا خصوصا با اعضای ناتو همش بسیار مشکل مواجه است. ولی برعکس مثلا با اداره بایدن روابط بیشتر در سطح با اروپا و اعضای ناتو محکم‌تر ساخت و ما دیدیم که باز برعکس با روابطش با کشورهای مثلا روسیه و چین. بسیار تشکر آقای صبوری. ممنون، بسیار تشکر آقای صبوری از حضور شما در برنامه. شکر. ویژه برنامه پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از تلویزیون آمو هستین. در قسمت از برنامه آقای توفیق طهماس، آگاه روابط بین الملل، اینجا در استودیو با ما است. آقای طهماس سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. به اساس گزارش ها تا کنون آقای ترامپ پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. چه فکر میکنین پیروز این انتخابات کی خواهد بود و ارزیابی های شما از برگزاری انتخابات چی است؟ ببینید، عرض بکنم که به طور تاریخی انتخابات آمریکا بسیار پیچیده بوده و همچنان از لحاظ سنتی بودنش تصمیم و همچنان نقش تعیین کننده را الکترو کالج داره که در نیمه های شب ممکن اتا فردا اعلان ارزیابی بکنن که کدام کاندید بتونه که راه بیافته به کاخ سفید. اما دیده میشه که آرای ترامپ به طور لجام گسیخته بسیار بالا است و نمیشه اگر تقلب شکل نگیره فکر کنم که برنده از این انتخابات آقای ترامپ است. با توجه به اینکه امروز گزارش هایی که وجود داشت کوش کردم کمپاین خانم هریس تحت فشار قرار بده در بخش از نوایی در ایالات در بخش از ایالات عمده آمریکا که زمانی که در قطار مردم ایستاده بودن چشم دید است که خبرنگارا گزارش دادن اونا رو تحت فشار قرار میدن که باید شما بر ترامپ رای بدین. به شدت معلوم میشه که تحت تاثیر گلوبالیزم عمده است خانم هریس که باید برنده شود. کمی اگر توضیح بدین بیشتر در این قسمت چگونه تحت فشار قرار دارد؟ برزی که ببینین از لحاظ برد تاریخی شما اگر در سال 2000 اگر شما باید داشته باشین امکان داره شما در وقت مثلا جهان بوده باشین تقریبا مشابه امی وضعیت بود. انتخابات بین الگور و آقای بوش بود، بسیار خواستن که الگور برنده انتخابات بود اما در لحظات اخیرش بوش حتی یک هفته بعدش امکان داشت که انتخابات بره به دور دوم و امکان داره که عالم شاید انتخابات به دور دوم بره. اگر چقدر احتمالش وجود داره و شما چی فکر میکنین آیا به دور دو خواهد رفت؟ خب اگر اردوش تقریبا یک چیزی باشه در حساب امکان داره که به دور دوم انتخابات بره. شما اشاره کردین به فشارهایی که ممکن وجود داشته باشه از سمت جمهوری خواه. خب طبیعتا عطا دیده شد که چندین صندوق رای با آتش کشیده شد، درست مشابه وضعیتی که در افغانستان بود. از خود افغانستان نمیشه مقایسه شد با امریکا برای اینکه در کجا این اتفاق افتاده؟ در واشنگتن استیت تقریبا دیده شده که صندوق های رای با آتش زده شده، حتی بسیاری صندوق ها تا بالا گم است و ترس تیم ترامپ هم امی است که بیشتر او گرزت کرده که اگر چنین وضعیت در ادامه در تغییر وضعیت در شکل گیری از اینکه مثلا تقلب شده باشه امکان داره که اونا خود برنده انتخابات اعلان بکنن. به مو خاطر است که اراز که وجود داره امروز در محوطه کنگرس آمریکا و و و محوطه کاخ سفید تدابیر امنیتی بسیار شدید گرفته شده. امکان داره که ترامپ اگر برنده انتخابات خود اعلان بکنه و یک تیم بخش قابل توجهی که مانع از این شوند، چون با توجه به اینکه یک پیشینه منفی مثلا آقای ترامپ داشت در دور دوم خود کاملا مثلا تانست که یک بخش عمده مردم بسیج بکنه روان کنگره شود و از این اراس دموکرات آزی است. من فکر میکنم که حالا باید دیده شود که ما تا فردا اگر اعلان موجودیت بکنن چون یا در ایالت فلادلفیا ببخشین حالا میخوایم که در رابطه با صحبت بکنم در رابطه با ایالت فلادلفیا که همچنان خود آقای ترامپ ادعا کردن که تقلب صورت گرفته اما پنسیلوانیا حالا پلیس رد کرده و گفته که هیچ تقلب صورت نگرفته. چی فکر میکنین آیا واقعا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با چالش های قانونی همچون مواجه خواهد شد یا خیر؟ خب ببینین هرچند بسیار مشکل است از لحاظ ساختارمند بودن از این که چقدر تانسته که مراد شد مثلا اصول دموکراسی در انتخابات فعلی همچنان در انتخابات قبلی که مثلا بوده. اما در ببینین اردو کاندید
برگوی برنده هستند، به عنوان مجرای برنامه اینو عمل میکنن، هم ترامپ و هم بانو خانم هریس. کسایی در پشت پرده هستن، مثلا شما ببینید در پشت آقای ترامپ یکی از تجارهای بسیار مشهور ایلان ماسک است که عملا میخواهد که در پشت از ایستاد شود که باید برنده شود. این خودش میکنین چقدر تاثیرگذار است واقعا در برد انتخاباتی. حالا یکی از سرمایه‌دارترین شخص جهان از ترامپ حمایت کرده، فکر میکنین در نتیجه هم خوب کار خود میکنه؟ برای اینکه هر کس به عنوان یک ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی میخواد استفاده بکنه، برای اینکه اگر شرایط خود بتونه تعمیل بکنه برای بالای آقای ترامپ، امکان داره که او یک بخش قابل توجهی از تخصیص پولی را که میخواد که تا ترامپ برنده شود برای ادامه پروژه اقتصادی خود و شخص، برای اینکه پروژه بسیار عظیم کلان داره، به من خاطر است که تلاش از او است که باید ترامپ برنده انتخابات شود. اما ببینید از لحاظ برد سیاسی اگر ما ببینیم، طبیعتا اگر ترامپ برنده شود و یا ای که خانم هریس برنده شود، او امریکا نمیتونه به مثابه یک کشور قدرتمند که در دههای قبل تاثیرگذاری بیشتر را در سراسر دنیا داشت به عنوان یک ابر قدرت عظیمی که میتونست مثلا نقش تعیین کننده داشته باشه نداره. برای اینکه شما ببین عملا از لحاظ برد سیاسی و بافتای نظامی کنترل اجتماعی را امریکا در سراسر دنیا دست داده. پروژه مثلا اوکراین ببینیم به شکست مواجه شده و یک شکست اخلاقی امروز متوجه امریکا و نقش ناتو است. مسئله خاور میانه به شدت تونسته که تضعیف بکنه نقش امریکا را. به خاطر میگم که چی ترامپ برنده شوه یا چی بونو هریس، فکر نکنم کدام تغییر قابل توجهی سر مسائل بین المللی به وجود بیاید. حتی در برای مسئله افغانستان هم اگر شما سوال داشته باشید، میتونم برتون بپرسم. درست. از سوی دیگه خب انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک تاثیر یا اهمیت هم بر جهان داره. اگر مشخصا اشاره بکنین واقعا چی تاثیر بر جهان داره؟ داشت ولی حال نداره متاسفانه. برای اینکه من گفتم در صورتی که اگر یکی از او این دو نامزد و کاخ سفید را پیدا بکنه، فکر میکنین که چقدر واقعا سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جهان و کشورهایی که فعلا دخیل است با اونا تغییر خواهد کرد؟ ما میلی میخوایم براتون اشاره بکنم. برای اینکه بونویز که اگر برخی به این عقیده هستن که امکان داره که با آمدن ترامپ بر قدرت فشارهای قابل توجهی سر ای جمهوری اسلامی ایران شاید از طریق اسرائیل وارد شود که تا اسرائیل بتونه که وارد جنگ شود با ایران و ایران مهار بکنه. اما یک فرهنگ سیاسی وجود داره، همیشه ما فراموش نکنیم در تاریخ سیاسی آمریکا هر رئیس جمهور کاملا دور اول وارد جنگ شده، اما دور دوم خود تونسته که تاریخ ساز باشه، تاریخ بسازه. شما اوباما رو ببینید، در دورانش اول تونست که 100 هزار نفر روان بکنه به افغانستان، حتی بوش کلان جنگ اول خلیج فارس در سال اول تونست که ترهیزی بکنه، در سال دومش عملا خواست که تاریخ ساز شود، بوش دوم بر افغانستان حمله کرد، بر عراق حمله کرد، اما در دور دوم تونست که به عنوان تاریخ ساز ترین چهره خواست که در حل مسائل دنیا از راه مسلمت آمیز بر پیش بیاید. و عین کار ترامپ، برخی ها میگن که اگر ترامپ بر قدرت سیاسی بیاید امکان داره که ایران مهار شود، ولی من فکر میکنم که امکان داره که عکس مسئله شود. یگانه چیزی که میتونه شود جنگ با چین در آستانه در گرفتن است، اما در مسئله اوکراین تغییرات قابل توجهی فاحش تنها چیزی میمه که چک صفحه دیگه برای زلنسکی داده نمیشه. درست. در صورتی که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در کاخ ریاست جمهوری را پیدا کنند، یک از اینا البته خب اگر هیچ تغییری نمیایه و هیچ سیاست هم تغییر نخواهد کرد، فکر نکن تنها چیزی که میگه که ترامپ میتونه که امو چک صفحه دیگه قطع بکنه و زلنسکی میره وارد فروپاشی، اما بونو هریس میتونه که ادامه سیاست بایدن بکنه، اما تغییر قابل توجهی در مسئله حل بحران اوکراین نمیه، برای اینکه روسا تونستن که به شکل تاریخی ناتو و غرب شکست بدن. آقای تماس، آقای صادق امینی را با خود داریم. آقای امینی سلام، وقت شما بخیر. در مورد ترامپ در امریکا یک باور که وجود داره ای است که آقای ترامپ این بار به عنوان یک ناجی، یک مسیح خود آمد که وضعیت امریکا را یا برای انتقام گرفتن خود آمد. چه فکر میکنین چقدر میتونه این مسئله یک مسئله قابل تطبیق باشه؟ آیا ترامپ این بار اگر مثلا به قدرت برسه، روی کردش در برابر جهان چگونه خواهد بود؟ در داخل امریکا چگونه خواهد بود؟ و خصوصا اگر به بحث جهان بپردازیم، مسئله ناتو و این موارد یا اروپا برش بسیار مهم است و بهش اشاره کرده که گفته میخواه اما به اصطلاح کمک هایی که برای از اینا صورت میگیره را کاهش بده که حراس بسیار زیادی هم اروپایی ها دارن از این موارد. سلام بود پرینسپ تاشتا و اشتاس پادرمان و همکاران و ملنا و طول لیدون کنم. ببینیم دو دید میشه به مورد بررسی قرار بدیم. در قدم اول دیدی که خود آقای ترامپ داره نسبت به خودش و
و تیمی که اونا دارن برای دوباره برگشت به قدرت در امریکا. این است که اینا یک پروژه ناتکمیل دارن که برنامه هایی داشتن، پروگرام هایی داشتن و اهداف داشتن که ناتکمیل ماند و یک تعداد از اهدافی که داشتن به شکل نادرستش توسط دموکرات ها پیش رفت و اونا باید اصلاح شون، که یکی از او پروگرام ها پروگرام افغانستان است. دیگه پروگرام های هم هست در موضوعات داخلی و موضوعات بیرونی که تیم از اینا به این فکر هستن که با آمدن دوباره و شخص خودش که برنامه خود اینا تکمیل کنن و با آمدنشان برای دور دوم که این دور ایج نو تشویشی از اینا ندارن که انتخابات دیگه پیش روی نیست، چون دو دورشان تکمیل میشه، دور دومشان است، دیگه بسیار آزادی عمل می داشته باشن در امر تطبیق سیاست هایشان در عرصه داخلی و در عرصه بیرونی. و در این راستا اگر اینا بتونن سنا را حفظ بکنن و همچنان در کانگرس دست بلند پیدا بکنن، بسیار کمکشان میکنه در تطبیق پروگرامشان. ولی یک چیز دیگه ای است که فاکتورهای بیرونی هم در داخل امریکا و هم در بیرون از امریکا در 4 سال اداره آقای بایدن و خانم کاملا هریس تغییرات و تحولات بسیار جدی اتفاق افتاده که شاید او نوع دیدگاهی که آقای ترامپ فعلا دارند نسبت به قضایا، چون بیرون از حاکمیت است و دسترسی به معلومات دست اول نسبت به قضایا دنیا نداره، با آمدن از اینا به حاکمیت امکان داره که با واقعیت‌های مواجه شود که شاید یک تعداد تفکرات و اندیشه ها و برنامه هایی که داره نسبت به داخل امریکا و نسبت به بیرون که ادامه ختمش سیاست 4 سال گذشتهش باشه، شاید در اون تغییرات را به وجود بیاید. به طور مثال یکی از برنامه هایی که ایشان دارن این است که با آمدنشان میخواین که در ظرف 24 سال به طور مثال فکر میکنن که مشکل اوکراین شاید اینو حل بکنن با آقای پوتین. ولی آیا آقای پوتین آماده هست بعد از 4 سال جنگ که صورت گرفته و کشته های فراوانی که اونجا ساکر روسی دادن و حالی که قوت های کوریای شمالی همراهشان یک جای شده و ایرانی ها در اونجا دخیل هستن، به این زودی از دست بده او موقفی که اونا دارن و یا وارد مذاکره شد و یا مذاکره چقدر وقت در بر خواد بگیره، شاید که اوقدر عملی نباشه چیزی که آقای ترامپ در ذهن خود داره. دیگه موضوعی که قابل تاثیر اما آیا تأثیر حد اقلی می داشته باشه با رابطه ایره که با اینا داشته یا و همون قسمی که من پیشتر اشاره کردم و ای که ترامپ متهم است به ای که با دکتاتورهای جهان رابطه دوستانه و رفیقانه داره؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ و تیمشان با آمدن با حاکمیت شاید متوجه بعضی از حقایق و وضعیت هایی در سطح دنیا شوند که متفاوت باشه از اون دیدی که فعلا دارن، من حیث کسایی که تلاش دارن دوباره قدرت بگیرن و همو برنامه و تفکراتی که در زمان خودشان حاکمیت داشتن رو تکمیل کنن به شکل بهترش. واقعیت های جهان چیزی را نشان میده که رقابت بین شرق و غرب شدت گرفته در 4 سال حاکمیت آقای بایدن و هریس، و این ملامتی بالای آقای بایدن و هریس نیست. خب درست است، نقد میکنن که گناه از اینا است که شدت گرفته رقابت ها در سطح دنیا و جنگ ها شدت گرفته یا جنگ سرد تبدیل شده به جنگ نیمه گرم بین قوت های شرق و غرب، ولی واقعیت امری است که قوت های شرقی هم اینا از قبل برنامه داشتن که باید جلو غرب بگیرن یا در نظم دنیا باید تغییرات به وجود بیاید، در نحوه مدیریت دنیا تغییرات به وجود بیاید، در نقش دلار تغییرات به وجود بیاید، در حضور نظامی امریکا در سطح منطقه و دنیا تغییرات به وجود بیاید. به اون خاطر و تحولاتی که در رابطه بین روسیه و چین و همچنان متحدشان در منطقه جمهوری اسلامی ایران و همچنان نقشی که پاکستان در حال بازی کردن است در همکاری با چین و روسیه، این بلاک را به یک نحوه به یک مجموعه از متحدین تبدیل کرده که رئیس سنای جمهوری خواه ها به حساب امور یک مجموعه از گروه شوم یا گروه دشمن خطاب کرده برش، که با او واقعیت آقای ترامپ وقتی که با حاکمیت بیاید شاید پالیسی و موقف گیریش متفاوت باشه. ممنون آقای امینی، دیدگاه شما رو در ادامه برنامه می داشته باشم. آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا را با خود داریم. آقای صمد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما و بیننده شما و مهمانان شما. ممنون. چی فکر میکنین شما اگر به بحث خانم هریس بپردازیم، مثلا اگر خانم هریس بیا بر اریکه قدرت بشینه، آنچه که پالیسی خارجی خانم هریس است چی است و چی تغییرات را خواهد آورد؟ یا نه شما فکر میکنین که پالیسی های آقای بایدن را تعقیب خواهد کرد؟ بله، من فکر میکنم که در مجموع با بعض تفاوت های اندکی امکان داره که خانم هریس امو برنامه های بزرگ استراتیجی که از دوری آقای بایدن به میراث میبره که خودش در او نقش هم داشته امو رو به پیش ببره، ولی در این زمان خانم هریس یقینا با یک تیم کاری خود میخواید که امو هویت خودم تثبیت بکنه به حیث یک رهبر و اترام نمیخواد که چنان معلوم شوه و نمود کنه که گویا تعقیب کننده تمام برنامه های آقای بایدن است. لحاظا در ارتباط با بعضی قضایا یقین است که تیم آینده اگر خانم هریس برنده شد تیم کاری از او بعضی پیشنهادات جدید داشته باشند در ارتباط با حل قضیه شرق میانه، برخورد با ایران، موضوعات رقابت با چین، موضوعات معلوم دار اوکراین که در او قسمت اوکراین با متحدین اروپایی خود بیشتر تعامل خود داشت و با مشوره از اونا حرکت خواد کرد، در حالی که آقای ترامپ میدانیم که نه تنها که نظر اروپایی ها را نمیخواه زیاد بگیره و بلکه حتی توقع زیاد داره که اروپایی ها نقش بارستر بازی کنن و پول بیشتر مصرف کنن در چوکات ناتو اینان، و در قسمت اوکراین مثلا آقای ترامپ واضحا طرفدار ازی است که هرچی زودتر این جنگ خاتمه پیدا بکنه. لحاظ تفاوت های وجود داره با خانم هریس، معلوم دار زیادتر با چیزی که دستگاه فعلی سر و کار داشته یقیناً که امور دوام خواهد داشت. به نظرتان خب اگر در بحث اوکراین و غزه را مد نظر بگیریم، روی کرده دو طرف، یکی خب اگر خانم هریس را بگویم، اینا حرفشان نیست که موافق هستند با تشکیل یک کشور فلسطینی و بعد با این روی کرد میشه که این منازعه پایان ببخشند. او طرف آقای ترامپ میگه که فقط جنگ میخواد پایان ببخشه. کدام از این روی کردها بیشتر قابل پذیرش مردم امریکا هستند؟ آمار نشان میده که مردم امریکا امکان داره که یک کمی بیشتر از اکثریت طرفدار ختم جنگ در شرق میانه باشن و طرفدار از این باشن که یک رای مسالمت‌آمیز سراغ شوه و موضوعات تاریخی که بین اسرائیل و فلسطینیا و عرب وجود داره ای بالاخره از طریق یک پروسه مصالحه رای حل پیدا بکنه که کاری بسیار مشکل است. یعنی اکثریت مردم امریکا خانه همچو یک کاری هستند. معلوم دار باز در امریکا میدانیم که سیستم برقمی است که در داخل دستگاه حاکمه باز حرکت های دیگه است، باز حلقات با نفوذ است، لابی های با نفوذ است، اتاق های فکری با اهداف مشخص است، اینا همشون مندار نقش بازی میکنه و باز خود کانگرس امریکا بسیار طرفدار تا به حال یعنی طرفدار موقف اسرائیل بوده مثلا در ارتباط ای که باز کانگرس جدید امریکا چینه و موقف میگیره ای هنوز معلوم نیست، ولی در کل گفته میتونیم که من فکر میکنم که امریکا آنقدر مشکلات داخلیش زیاد شده که تا حد زیاد من فکر میکنم برنده انتخابات متوجه وضع داخلی بیشتر خواهد شد و یک اندازه ترامپ بیشتر، خانم هریس کمتر به موضوعات داخلی میپردازند و موضوعات خارجی امکان دارد به مرور زمان کمی کمرنگتر شود. منظور دار از مشکلات داخلی چی است؟ کدام موارد بیشتر شده؟ بحث تفاوت های فکری و این موارد را میگن یا مسئله اقتصاد و بحث های مثل ازی؟ چند مورد مردم امریکا چالش بزرگ میدانند در شرایط فعلی. یکی دموکراسی خود در خطر میبینند. باز اختلافات اجتماعی و سیاسی در امریکا پیدا شده، شگافهای پیدا شده که در یک قرن گذشته کم دیده شده. خب باز استثناءات وجود داشت، ولی در تاریخ امریکا ما این اندازه یک شگاف در بین جامعه کمتر دیدیم. در این زمان وضع اقتصاد برای بعضی‌ها خوب است، برای اکثریت بسیار
قابل پذیرش نیست. وضع اقتصادی ببینین تورم پولی بسیار بلند است، هرچند معلومدار کاریابی تا حد وضعش خوب است ولی مردم اطمینان خاطر ندارند. در عین زمان این مهاجرت های غیر قانونی که صورت میگیره و چند میلیون نفره که در خلال چند سال گذشته داخل امریکا به صورت غیر قانونی شده، ای یک حالت نابسامان جدید را ایجاد کرده که آقای ترامپ از او میخواه مالدو سرمایه گذاری کنه به نفع خود. و من فکر میکنم که امریکا مصرفش بسیار زیاد است و مخصوصا که در جهان هم مسئولیت هایش بسیار گسترده است. درست. و برای پیشتر تمام اهداف جهانیش امکان داره که امو اندازه پولی را که لازم است فعلا نتانه که هزینه بکنه و به مصرف برسونه. تشکر آقای صمد. آقای امینی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. البته شما از ابتدا با ما بودین، دوباره خوش آمدین. چه فکر میکنین انتخابات ایالات متحده تا کنون چگونه پیش رفته؟ از دید شما کدام یکی از نامزدها هر آنچه که حالا چیزی که به ما رسیده، گزارش هایی که به ما رسیده، آقای ترامپ پیشتاز است؟ پیش بینی شما چی است؟ پیش بینی شما دقیقی است. معلوماتی که دارین آقای ترامپ میبره انتخابات به صورت قطع گفته میتونیم بسیار واضح است. ایالات های عمده رأیی که گرفته تا حال همگی به سمت آقای ترامپ راجع شده. خانم کاملا هریس نسبت به چیزی که پیش بینی میشد توقع میرفت بیشتر دستاورد داشته، ولی نه به اون اندازه که بتونه چالش جدی برای آقای ترامپ باشه. به نظر من در مطبوعات و نحوه که اینا کمپاین کردن نشان دادن که شاید بسیار نزدیک باشه رقابت، ولی به نظر من از روز اول واضح بود آقای ترامپ آمادگی داشت که آقای بایدن را که رئیس جمهور است و تاریخچه بسیار بزرگی در عرصه سیاست داره او را شکست بده. باز خانم کامالا هریس خود معاون رئیس جمهور بود و دفعتاً وارد کارزار انتخاباتی شد بدون آمادگی و با استعفای آقای بایدن. به او خاطر به او اندازه فکر نمی کنم که رقیب جدی برای آقای ترامپ قلم داد می شد، ولی نظر به اینکه خانم است و برای اولین بار رای دهنده های امریکایی خصوص دموکرات ها کوشش کردن که هویت زن بودن خانم کامالا هریس استفاده بکنن، هویت آسیایی خانم کامالا هریس استفاده بکنن، هویت نژادی خانم کامالا هریس استفاده بکنن، کوشش کردن که بحث را هویتی بسازن و به اساس همو توانستن که مقدار زیاد تعداد زیاد خانم ها را من ایسه رای دهنده ها بیرون بکنن در این دور انتخابات که یک دستاورد بسیار خوب است و قابل ملاحظه است، ولی فکر نمی کنم با او اندازه بوده باشه که تاثیرگذار باشه در روند انتخابات که باعث برنده شدن خانم کامالا هریس شود. آقای ترامپ انتخابات میبره با در نظر داشته ای که ادعای منوز داره که پنسیلوانیا شاید در اونجا تقلبای صورت گرفته باشه یا در بعضی جاها روند رای گیری به شکلی بوده باشه که مردمایی که غیر قانونی هستند یا ماجرانی که هنوز اسناد ندارن یا شهروند امریکا نیستن اینا هم رای انداخته باشن، در جای رای های آقای ترامپ شاید سوختانده شده باشه و انواع و اقسام استدلالی که دارن. ولی به صورت عموم فکر میکنم اگه انتخابات بسیار آرام بود، تهدیدهای تروریستی شده بود، تهدیدهای وجود داشت بس از رو واشنگتن دی سی و از ایالتهای دیگر در حالت آماده باش بودن از طرف نهادهای فدرال، ولی امنیت برقرار بود، کدام حادثه جدی ما نداشتیم. درست. به صورت نرمال رای دادن و یک انتخابات موفق گفتم میتونیم داشت. آقای امینی، حالا شما گفتین و چیزی که گزارش ها هم حاکی از آن از ترامپ تا کنون پیشتاز است، اگر اندک تمرکز کنیم روی برنامه های آقای ترامپ در رابطه با این که اگر به کاخ ریاست جمهوری را پیدا بکنه، مشخصا در کارزارهای انتخاباتیش اشاره کرده برای کاهش مالیات، آزادی بیشتر در صنعت انرژی، اعمال تعرفه های بیشتر بر کالاهای وارداتی و همچنان اعمال تعرفه بیشتر بر کالاهای چینی. از دید شما این برنامه ها چقدر میتونه واقعا به سود و منفعت مردم امریکا باشن؟ من طوری که پیشتر عرض کردم خدمت شما، فکر میکنم یک تعداد برنامه ها و پروگرام های رینال اعلان میکنن نظر به اینکه کاندید هستن و در حال کمپاین هستن و رای مردم را میخواهند جلب بکنن و در این زمان دیدگاه و نظرات که اینا دارن از زمان حاکمیتشان که 4 سال پیش است، پروگرام هایی که داشتن، برنامه هایی که داشتن یا تفکراتی دارن که شاید دوام بعضی برنامه ها فکر میکنن که با آمدن دوباره تعقیب کنن، ولی واقعیت های موجود و واقعیت های عینی در سطح جامعه امریکا، اقتصاد امریکا و وضعیتی که در
درصد دنیا در حال وقوع است، تغییرات زیادی به وجود آمده که با آمدن آقای ترامپ در حکومت فکر میکنم یک ارزیابی تیم از اینا شاید بکنن، هم در بود اقتصادی، هم در بود امنیتی و هم در بود سیاست خارجی و مسائل عمده و کلانه که مربوط به مسائل داخلی امریکا میشن، مسائل بیرونی و پالیسی ها و موقف گیریاشان شاید متفاوت تر از اون چیزی باشه که آل ما از زبانشان میشنیم. بسیار شکر آقای امین. بعضی موضوعات که اینا بیان میکنن نسبت به تعرفه های گمرکی، مسئله که دارن رقابت همراه چین، اون یک موضوعات بسیار جدی است و حتمی عملی میشه، این که در کوتاه مدت طبیعی است به منفعت امریکا هست که اجناس امریکا را نرخش متناسب میسازه و کوشش میکنه که سوء استفاده نکنن چینایا از بازار امریکا، ولی در دراز مدت چقدر به منفعت امریکا است او سوالی است. بسیار تشکر آقای امینی از حضور شما در برنامه. آقای صمد، تا فعلا دونالد ترامپ 198 رای الکترال کالج را داره و هریس 109 رای الکترال کالج را داره، یعنی ترامپ 72 رای دیگه نیاز داره که پیروز شوه و هریس هم 161 رای دیگه. یعنی در تاریخ آیا ما چنین چیزی داشتیم که یک چنین تفاوتی وجود داشته باشه، بعد طرف دیگه احتمال پیروزیش وجود داشته باشه، یا فکر میکنین هنوز زود است که قضاوت شوه نسبت به نتایج انتخابات؟ من یک کمی معتاد هستم و میگم یک کمی زود است، هرچند روان نفع آقای ترامپ معلوم میشه که به مو طرف روان است، ولی پیش از وقت است که کاملا معلوم داری موضوع نهایی بسازیم. یقینا که باز طرفدارایشان به می شکل تبلیغ میکنن، همچنان طرفدارای خانم هریس برعکس میگن که انتظار بکشیم چون هنوز ایالات دیگه باقی مانده که آرایشان هم حساب نشده و در آخر هم معلوم نیست که کاملا. این رو فراموش نکنیم که باز آرای است که تقریبا 82 میلیون رای ای بار قبل از امروز، قبل از روز رای دی، از طرف مردم امریکا در داخل و خارج به صندوق ها ریخته شده که اونا هم یا یک قسمتش حساب شده و در محاسبه آمده و یک قسمتش هنوز در محاسبه نیامده. لحاظا هنوز بسیار پیش از وقت است که کاملا قضاوت بکنیم دیده شوه که چی خواهد شد، ولی معلوم میشه که آقای ترامپ یقینا که تا حدی از جانبداری یک بخش عمده مردم امریکا برخوردار بوده و است. درست، اما خب به لحاظ مردمی هم اگر ببینیم نتایج آرای مردمی که تا هنوز همون قسمی که شما گفتین یا ملی که مستقیم تا هنوز اعلان شده، 43 میلیون و 700 هزار رای ترامپ است و 38 میلیون و 597 هزار رای است که هریس گرفته. یعنی در این رای هم تفاوت کلانی بین دو کاندید وجود داره. هنوز تفاوت کلان وجود داره، باز ایالات مهم هنوز نتایج خود اعلان نکردند، به شمول کالیفرنیا مثلا و باز ایالات دیگه که اونا ایالات کلیدی هستند مثل آریزونا یا جورجیا را نمیدانم که در چند دقیقه آخر اعلان کرده، یعنی موضوع نوادا، پنسیلوانیا مخصوصا مهم است که دیده شده، ویسکانسین، اینا ایالات هستند که به نام سوینگ استیت یاد میشن، ایالاتی که معلوم نیست که به کدام طرف تمایل نشان میتن، ولی نتایجی از ایالات سنورساز خواهد بود برای آینده انتخاباتی امریکا. درست. و همچنان قابل یادآوری بداریم فراجی که هنوز در ایالات کالیفرنیا آرا تا کنون شمارش نشده. درست. ایالات کلیدی دیگه هم میتونیم بگوییم که کالیفرنیا است که تا کنون شمارش آرا صورت نگرفته. بله، بعد واشنگتن دی سی هم خانم هریس سی رای الکترال کالج رزان خود کرد. آقای صمد، با بحث افغانستان اگر به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم، در صورت پیروزی هر یک از این کاندیدها فکر میکنین روی کردی را که در برابر طالبان اینا اتخاذ خواهد کردن چی خواهد بود؟ کدامشان چی گونه یک روی کردی را در برابر طالبان اتخاذ میکنن؟ ای یقینا که سوال بسیار عمده است که در ذهن همه ما شما افغان ها خطور میکنه و کرده در خلال روزهای اخیر. سوال هم هر بار مطرح میشه. از یک طرف واقعیتی است که کاملا نمیدانیم که در ذهن برنده خواه خانم هریس خواه آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی موضوعات خطور میکنه، تا چی اندازه اولویت داره قضیه و تیم های کاری را که اینا توظیف میکنن
تا چی اندازه متوجه وضع افغانستان خواهند بود. یقین است که افغانستان کاملا از نظر نیفتاده و نخواهد افتاد، ولی در عین زمان افغانستان اولویت را که در خلال سالهای گذشته داشت نخواهد داشت و نمیتونه هم پس دوباره داشته باشه و شرایط دنیوی هم تغییر کرده. ولی گزینه های اگر فرض کنیم آقای ترامپ برنده باشه، با چند گزینه روبرو است آقای ترامپ. یکی ای که بخواید که امو فصل ناتمام دوحه و دوره ریاست جمهوری خود تکمیل بکنه و هر هدفی که در او زمان داشت و سر هر برنامه‌ای که کار میکردن، خواه امنیتی، خواه موضوعات دیپلماتیک بوده، خواه موضوعات ارتباطات و تعاملات بوده که بعد از تغییرات باید رونما میشد که نشد به خاطر سقوط نظام، اینا موضوعاتی است که امکان داره تا حد پس دوباره مد نظر گرفته شود و هیچ کنی سرش غور شود. ولی گزینه دیگه آقای ترامپی است که بارمدار بخواید که در ازرای تقابل پیش بره، یعنی پس دوباره کدام برنامه نظامی یا برنامه برای یک اندازه فشار وارد کردن جدی برای حاکمیت فعلی افغانستان ایرا را پیش بگیره، که من به نظر من تا اندازه زیاد چانس نداره. یعنی به این معنا که من ایره محال میدونم که پس دوباره به رابرد نظامی اینا رو بگردم، مخصوصا آقای ترامپ که خواهان از این نیست که یک جنگ دیگه را آغاز بکنه الا ای که یک ضرورت مبرم باشه. و سیوم در چوکات رقابت های بزرگ، در چوکات رقابت با چین، با موضوع روسیه، در چوکات رقابت‌های منطقوی، آقای ترامپ من فکر میکنم آدم است که زیادتر توجه خوده میخواید به موضوعات داخل امریکا مبذول کنه و نمیخواید بسیار زیاد در خارج از امریکا ماجراجویی کنه و یا ای که رقابت با چین به یک تقابل نظامی مبدل کنه و یا ای که از جنگ‌های نیابتی استفاده کنه. بسیار تشکر آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا. ممنون از اینکه در بحث با ما حضور داشتید. بله بیننده های عزیز، یک میان برنامه کوتاه میگیریم و برنامه ما همچنان ادامه داره.